با سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی، با یک آموزش پیوند گردو در خدمت شما هستم. این گردو سال گذشته پیوند شده و پیوندش نگرفته. این محل پیوندشه، یکی هم اونجا. گردوهایی که به این صورت پیوندشون نمیگیره، سال آینده ترکهای خیلی خوبی میزنه. رو این ترکها میتونین پیوند بزنین. مدل پیوند اینا هم میتونین نیمانیم بزنیم، هم میتونیم چیپ بزنیم، هم میتونیم وصلهی بزنیم. چون اول بهار ما داریم این پیوند انجام میدیم، بیشتر با حالت نیمانیم و حالت چیپ میشه بزنیم. البته پیوند اسکنه هم روی این ترکه ها میشه بزنیم. پس من الان این گردو رو آماده میکنم، روی این شاخه هایی که شاخه مناسب و سرحالی هستن پیوند انجام میدم و توضیحات کاملتر خدمت شما عرض میکنم. ابتدا باید این دو نقطه‌ای که سال گذشته پیوند شده و نگرفته حذف کنم، یکی این یکی این. بعد روی این ترکه های جوان پیوند رو انجام بدم. خب دوستان، من این شاخه ها رو ابتدا حذف میکنم، بعد پیوند انجام میدم. این شاخه رو از جایی حذف کنید که پوست زنده باشه. از اینجا به بالا پوست مرده و اینجا به پایین یک مقداری از پوست زنده رو نگه دارین که این لایه پوشش بده. این از اینجا حذف میکنم، اینم از اینجا. این چون جای پیوند سال گذشته، باید اینو خارج کنم. روی این شاخه میشه بزنم یا روی این از اینجا به پایین. شاخه هایی که مناسب پیونده نگه میدارم، یک تعدادی رو پیوند انجام میدم که بتونم تاج درخت رو شکل بدم. روی این قطرهای کوچیک باید شاخه‌های کوچیک بزنیم. پیونده که به این صورت می‌تراشیم، من اینو دو جوانه انتخاب کردم. اینا رو می‌خوام دو جوانه بزنم. به این صورت بتراشیم. پشت پیوندک، دو سمت پیوندک، روی این شاخه ها که با این قطرن یک دونه خط بندازین. یک دونه فقط، از اینجا یک خط و حالت شکمی جا بزنید. به این صورت پوست باز میکنیم و از بالا به این صورت جا میزنیم. این دیگه همین کافیه، دیگه لازم نیست کار دیگه انجام بدین. جا بزنید و محکم ببندید. تمام شد. خب حالا که جاگذاری کردم، با چسب محکم باید ببندم. یکی این،
اینو هم اینجا پیوند میزنم، پیوندک رو تراش میدم. یک شکاف روی پوست و جاگذاری پیوند. پیوند وسط دو تا پوست بزنید. اگه از یک سمت هم مماس باشه مشکلی نداره، اگه وسط هم باشه بازم مشکلی نداره. به این صورت چون قطرش کوچیکه به این شکل پوست باز میشه از هم، بازم مشکلی نداره. محکم ببندید. این هم من جاگذاری کنم. یک دونه اینجا دارم یا اینو، این هم جا بزنم. این هم به همین صورت پیونده که این به این شکل میتراشیم. پوست و یک شکاف و جا میزنیم. به این صورت پیوندک رو جا میزنیم و محکم میبندیم. روی درخت چند تا از این شاخه ها من میذارم به عنوان اینکه هم روی اینا سایه بندازه هم شیرابه درخت رو استفاده کنه، چون شیرابه یکی از معضلات توی پیوند گردویه. رو همین شاخه های قطر کوچیک هم شیرابه میاد بیرون. حالا من یک تکنیک خدمت شما عرض میکنم، هم برای پوششش هم برای اینکه شیرابه رو بتونیم کنترل بکنیم. خب دوستان، من سه تا پیوندک اینجا انجام دادم با دو تا جوانه، دو تا اینجا، یکی هم اینجا. اگه دقت کنین من مقطع برش رو با نایلون نپوشوندم، این قسمت مال همه باز اینجا، چون ما توی گردو شیرابه داریم و یکی از عدم موفقیت های پیوند در گردو همین شیرابه هست. برای اینکه بتونیم به راحتی این شیرابه رو زیر پیوندها کنترل کنیم، یعنی این قسمت، اگه این قسمت پیوند با پایه آب یا شیرابه جمع بشه پیوندک نمیگیره. برای این که بتونیم این قسمت رو کنترل بکنیم و شیرابه جمع نشه، برای حفظ رطوبت پیوندک ها و کنترل شیرابه چند تا تکنیک خدمت شما عرض میکنم که به راحتی بتونین پیوند هاتون رو هم حفظ رطوبت کنین هم شیرابش رو کنترل کنین. ما برای این پیوند ها از پارافیلم استفاده میکنیم. قبلا هم خدمت شما توضیح دادم پارافیلم از وسایل آزمایشگاهیه و تو فروشگاه های لوازم آزمایشگاهی پیدا میشه. و این پارافیلم چنین خاصیتی داره که هم حالت کشسانی داره، هم اگه روی جوانه رو ما با این بپوشونیم، جوانه وقتی رشد بکنه از زیر این خارج میشه، ولی تو نایلون این اتفاق نمیفته. اگه با نایلون روی جوانه رو شما بپیچین، جوانه خفه میشه نمیتونه بیاد بیرون. پس من ابتدا کل
پیوندک رو با پارافیلم میپوشونم به این صورت از بالا تا پایین. نگران نباشین، روی جوانه ها رو بگیرین، هیچ اتفاقی نمیفته. برم تا بالا بعد ادامه توضیحات رو خدمت شما بدم. تا این بالا من اومدم با پارافیلم اینو پوشوندم به این صورت. خب من اگه سطح مقطع رو با نایلون میپوشوندم به این صورت، به این صورت، این زیر شیرابه جمع میشد. برای کنترل شیرابه این پیوندک از این تکنیک استفاده میکنم. یک دونه نایلون به این صورت میبندم، بالاش باز، این قسمت بالا باز، در حدود 2 سانت 3 سانت 4 سانت کافیه، بیشتر از اونم لازم نیست. اگه پیوندک بزرگ بود میتونین اینو بزرگتر بگین، کوچیک بود کوچیک. خیلی این قطر نایلون مهم نیست، مهم اینه که از بالا من بتونم داخل این نایلون مقداری خاک بریزم، چون خاک برای حفظ جوانه ها در برابر گرما و جذب رطوبت خیلی عالیه. توی این سالها تجربه شده، این شاید در سالهای گذشته زیاد استفاده نمیشد، ولی الان واقعا خاک یکی از مهمترین کارها توی انجام پیوند گردویه. به این قسمت حالا من که این نایلون رو درست کردم، حالت قیف مانند، بالاش بازه، از اینجا خاک میریزم داخل نایلون که رطوبت این حفظ بشه. به این صورت باید بدم بره داخل یک مقداری، از اینجا مقداری خاک میدم بره داخل. من یک مقداری نایلون کوچیک گرفتم، خاک کمتر رفت زیر این، همین مقدار کمی خاکی هم که بره تو مقطع برش قرار بگی این شیرابر جذب کنه کافی. خب حالا این انجام میدم، اینم هم به همین صورت انجام میدم. خب دوستان، حالا میخوام این پیوندک رو حفظ رطوبت کنم. اول پارافیلم میپیچم به این صورت، از بالا تا پایین تمام پیوندک جوانه همه جا رو باید با پارافین بپوشونین که رطوبتش حفظ بشه. اینم به همین صورت، چون پارافین دارم اینم بپیچم. خب حالا این قسمت چون من گفتم مقطع برش ما شیرابه پس میده، من میخوام شیرابه رو کنترل کنم. به چه صورت؟ یک نایلون اینجا میپیچم به این صورت، یک مقدار آزاد میذارم که از بالا بتونم داخل نایلون رو خاک بریزم. توضیح دادم خاک تو این سالها خیلی کاربرد زیادی داشته تو پیوند گردو، چون برای حفظ شیرابه خیلی عالیه، خیلی از همه چی بهتر کار میکنه. شاید بعضی از دوستان از روش‌های مختلف استفاده بکنن، هدف همه کارها، همه نفرات، حفظ رطوبت و کنترل شیرابه هست. شما هم از هر روشی که دوست دارین، میخواین خاکره بریزین، میخواین خاک بریزین، میخواین به قول بعضی ها مای بیبی ببندین، هر کاری بکنین هدف یکیه، چون ما میخواییم شیرابه رو کنترل کنیم و این جوانه های پیوندک رو زنده نگه داریم تا بگیرن. بعد از اینکه اینو به حالت قیف درست کردیم، از بالا خاک به این صورت داخلش میریزیم، هم روی این مقطع برش ما میشینه که هوا نکشه، هم رطوبت مقطع برش ما رو جذب میکنه. دیگه نگران رطوبت و نگران شیرابه من دیگه نیستم. چرا؟ چون شیرابه توسط این خاک
جذب میشه و این بالان چون بازه به هوای آزاد انتقال داده میشه. اینم یک، اینم به همین صورت انجام میدم. پارافیلمو به خاطر این پیچیدم چون مقداری از اینا جوانه ها بیرون از نایلونو. اگه شما کل جوانه پیوندک همه رو داخل نایلون هم قرار میدادین هیچ مشکلی پیش نمی اومد. حالا اون سمت گردو یک مدل به همون روش انجام میدم که بدونید تمام این کارها یک هدف داره. خب اینم به این صورت، داخل اینم خاک پر میکنم، اینجا خاک میریزم که بره رو مقطع برش ما بشینه که هم رطوبت این سطح رو جذب کنه هم پیوندک رو خنک نگه داره. خب ما مقداری از این پیوندک ها بیرون از خاک موند، این قسمت هم میتونیم با رنگ سفید بپوشونیم. خب این قسمتی که بیرون از خاک قرار گرفته یه مقداری با رنگ سفید پلاستیکی ساختمانی، عزیزان دقت کن، رنگ سفید ساختمانی پلاستیک، روغنی نباشه که از زیر روغن نمیتونه بیاد بیرون، جوانه ها خراب میشن. این سه چهار تا جوانه رو به این صورت با رنگ میپوشونیم. رنگ سفید این خاصیت داره که نور آفتاب رو دفع میکنه، باعث میشه هم جوانه ها خنک بمونن هم سالم بمونن. اینم خاصیت رنگ سفید که خیلی خوبه. خب دوستان روی این شاخه هم یک دونه پیوند انجام میدم. گفتم برای انجام پیوند از یک جای صاف سربرداری میکنیم، بعد از سربرداری به این صورت پوست میتراشیم، پیوندک رو آماده میکنیم و جاگذاری میکنیم. پیوندک هایی که برای این قطرا میخواین استفاده کنین باید کوچیک باشه. اگه میخواین پیوند نیمانیم بزنین هم قطر این باشه. اگه به این صورت مثل من حالت تاجی میخواین بزنین، قطر کوچیک باید داشته باشه که داخل پوست قرار بگیره. تمام این روش ها درستن، همشونو میتونی پیوند انجام بدی. که بعضی از عزیزان شاید براشون سوال پیش بیاد که فلانجا این کاره کردن، فلانجا این کاره کردن. تمام این روش ها اصولش یکیه، کارش یکیه، روشش یکیه، هیچ فرقی نداره. یک شکاف ایجاد میکنیم به این صورت، شکاف باز میکنیم و پیوندک رو جا میزنیم. پیوندک هم گفتم به این صورت تراش میخوره و این پوست تیره رو حتما باید برداریم. اینجا هم یک دونه شکاف، یک شکاف ایجاد میکنیم و پیوندک رو به این صورت جا میزنیم و بعد از جا زدن کامل با نایلون یا با چسب میپیچیم. اگه شما دقت کنین تمام عزیزانی که پیوند انجام میدن یا آموزش دارن هدف کارشون یکیه. حالا روش فرق میکنه یا مدل فرق میکنه، چون دوست دارن به روش های مختلف تست بگیرن یا روش های مختلف انجام بدن. شاید در بعضی از مناطق بعضی از پیوند ها انجام نمیشه، به خاطر این روش های مختلف هست که همه بتونیم در هر منطقه هستیم بتونیم پیوند انجام بدیم. خب من پیوند رو جاگذاری کردم، دوباره با پارافیلم اینو از پایین تا بالا میپیچم روی جوانه ها و روی خود شاخه پیوندک میام تا بالا به این صورت. پارافیلم هم توضیح دادم که به چه صورت از کجا میتونین تهیه بکنین، از وسایل های آزمایشگاهی میتونین تهیه کنین. این از این. حالا من میخوام این مقطع برش من چون تولید شیرابه میکنه اینجا رو شیرابش رو کنترل کنم. به چه روش میتونم کنترل کنم؟ دوستان من توی این پیوند میتونستم با نایلون کل این منطقه رو به این صورت محکم ببندم، حتی این سطح مقطع رو. پیوند میگیره ولی
خیلی وقتها پیش میاد خطا میده. چرا؟ چون گردو شیرابه پس میده. برای اینکه این شیرابه این مقطع رو من کنترل بکنم از خاک استفاده میکنم. توضیح دادم خاک خیلی خوبه برای جذب رطوبت، جذب شیرابه و خنک نگه داشتن پیوندک. توی سالهای اول که پیوندها انجام میشد معمولا میگفتن با پارافیلم بپوشونین، خاک زیاد استفاده نمیشد، ولی الان خاک واقعا یکی از بهترین وسیله های برای کنترل شیرابه درخت گردو، مخصوصا درخت گردو. درخت های دیگه مشکلی نداره، ولی روی درخت گردو چون شیرابه هست خاک خیلی مهمه. به این صورت اینو که کامل پیچیدیم، داخل نایلون رو پر خاک میکنیم. توضیح دادم برای حفظ رطوبت و جذب شیرابه درخت گردو از اینجا خاک نرم و سالم بریزین. بعضی از عزیزان خیلی روی این تاکید دارن که قارچ نمیگیره. معمولا این خاک های باغ مشکل ایجاد نمی کنن، قارچ نمی گیرن، ولی اگه خیلی نگران قارچ هستین روی همین سطح مقطعی که برش زدین یه مقداری بردو بزنین بعد خاک بریزین، یا مقداری به همین خاک بردو اضافه کنین، فرقی نداره، اونم مشکلی نداره. خب به این اندازه اینو پر خاک کردم و این قسمت رو هم با رنگ می پوشونم. اینم پوشش رنگش. خب دوستان این شاخره هم من پیوند میزنم، سال گذشته پیوند انجام شده ولی نگرفته. سربرداری میکنم، پیوندک رو میتراشم. به این صورت پشت پیوندک هم باید بتراشیم. دو سمت پیوندک لایه تیره پوست باید برداریم. یک شکاف روی پوست این شاخه‌ای که میخوایم پیوند بزنیم ایجاد میکنیم. به این صورت پوست باز میکنیم و پیوندک رو جا میزنیم. به این صورت چون اینجا پوست خیلی نازکه و شاخه کوچیکه، از پیوندک های قطر کوچیکتر استفاده کنین و یک دونه شکاف ایجاد کنین و محکم با چسب میبندیم. دوستان این پیوندک رو فقط من میخوام با خاک بپوشونم، دیگه پارافیلم روش نمیکشم، که همه مدل ها رو خدمت شما اینجا توضیح بدم، سوال براتون نباشه چرا این روش یک جا خاک بود یک جا فقط پارافیلم بود. هدف همه اینا یکی، فرق نداره شما میخواین با خاک بپوشونین یا میخواین با پارافیلم بپوشونین. از بالا تا این دیگه پیوندک و دیگه پارافیلم نمیپیچم، کل پیوندک و پایه رو به این صورت یک نایلون میپیچم، حالت قیف مانند درست میکنم که بالاش آزاد باشه که بتونم داخلش خاک بریزم. دیگه با همون خاک هم حفظ رطوبت میشه و هم جذب شیرابه گردو. به این صورت از بالا یک مقداری آزاد بذارین که خاک بشینه داخل نایلون. و به این صورت که بستیم، حالا با خاک داخل
نایلون رو پر میکنی، خاک تمیز نرم که راحت بشینه تو سطح مقطع برش ما و پیوندک و پیوند و اطرافش رو بپوشونه پر کنه. به این صورت خاک میریزیم تا پایین. اینم یک روشه که به این صورت میتونین انجام بدین. تقریبا اینجا دو سه مدل خدمت شما توضیح دادم، هر کدوم از این روش ها رو انجام بدین درسته، هیچ فرقی نداره. اصول رعایت بکنین، جوانهای پیوندکتون سالم باشه، پیوند سالمی داشته باشین، همه اینا منجر به پیوند درست و صحیح میشه. شاخهای اضافیش برد، این شاخه ها رو هم دوستان میذاریم روی اینا که سایه ایجاد کنه. فقط تعداد شاخه‌هایی که میذاریم کم باشه، اگه زیاد باشه درخت دیگه توانایی پر کردن اینا رو نداره که هم این شاخه ها رو پر کنه هم اونا رو.